هلاک شدن رهبر گروه پاکستانی لشکر اسلام در ننگرهار. سخنان تازه عباس استانکزی در مورد فقه جعفری و مذهب شیعه. اشرف غنی قربانی اول است و واکنش ها در این مورد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رهبر گروه پاکستان لشکر اسلام در ننگرهار کشته شد. مقامهای محلی در ننگرهار میگویند که منگلباغ رهبر گروه لشکر اسلام در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در ولسوالی اچین این ولایت کشته شده است. لشکر اسلام گروه جدا شده از طالبان پاکستانی است و اخیراً فعالیت‌های این گروه در ننگرهار افزایش یافته است. ضیاالحق امرخیل والی ننگرهار گفته است که رهبر لشکر اسلام همراه با دو همراهش در ولسوالی اچین کشته شدند. در این حال منابع امنیتی میگویند منگلباغ در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در مقابل دروازه‌اش کشته شده است. به گفته منابع این بم زمان منفجر شده که او از خانه‌اش بیرون میشد و همراه با وی یک دختر خردسالش نیز کشته شده است. منگلباغ رهبر یک گروه جدا شده تحریک طالبان پاکستانی بود. نیروهای خیزش مردمی و باشندگان اچین نیز کشته شدن وی را تایید کردند. او 4 سال پیش در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ننگرهار به شدت زخم برداشته بود. برخی منابع آن زمان از کشته شدن وی در نتیجه جراحات شدید خبر دادند، اما گروه لشکر اسلام اعلام کرد که او زنده است. این گروه تاکنون درباره خبر مرگ منگلباغ که امروز منتشر شده چیزی نگفته است. افشای یک راز از قطر، اشرف غنی قربانی اول است. یک نوار صوتی منصوب به امین احمدی عضو هیئت افغانستان در مذاکرات قطر نشر شده که حاوی نکات جدیدی درباره آینده دولت افغانستان است. در این پیام کوتاه که در شبکه‌های مجازی نشر شده، دکتر امین محمدی گفته است که رئیس جمهور غنی محبوب جهانیان نیست و در ساختار آینده افغانستان حضور نخواهد داشت. او در این نوار میگوید شرط جهان برای کمک به افغانستان صلح با طالبان است و یکی از راه‌های تشکیل حکومت مشترک بدون حضور دکتر غنی است. او گفته است که غنی قربانی اول خواهد بود و در سطح جهان هیچ عامی دیگری ندارد. مشاور مجلس نمایندگان افغانستان این صدا را به اشتراک گذاشته و آن را مشوره های این گروه مذاکره خوانده است. در این نوار که هنوز اصالت آن از سوی مراجع رسمی یا خود آقای احمدی تایید نشده است، گفته می شود که تلاش ها برای نجات نظام جریان دارد، اما حکومت آقای غنی قربانی خواهد شد. این در حالی است که در این اواخر زمزمه تشکیل یک حکومت موقت هر روز بیشتر از پیش می شود و شماری از سیاسون نیز آن را راه رسیدن به توافق خواندن. حکومت افغانستان می گوید که از قانون اساسی دفاع کرده و اداره موقت را قدم به عقب می داند. در این حال آرون میرسعیدی روی صفحه فیسبوکش می نگارد مهم: چند پیش به ابتکار سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در خانه محمد محقق جلسه صورت گرفته شد. در این جلسه سرور دانش به رهبران نظاره پیشنهاد داد که محمد اشرف غنی آماده است به خاطر حفظ و بقای حکومتش امتیازاتی را به هزاره ها بدهد. اما این امتیازدهی یک شرط مهم دارد که در گفتگوهای صلح در موضع دفاع از حکومت باشند و در جریان مذاکرات اگر بحث تغییر نظام مطرح می شود، جامعه هزاره خواهان تغییر در رأس نظام یک رئیس جمهور و 3 معاون باشند. مورد تازه که در آن جلسه اضافه شد این بود که معاونین رئیس جمهور به لحاظ تشریفات اداری هم صد باشند و معاون اول و دوم و 3 نباشد.
یک نوار سبتی منتسب به دکتر احمدی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که بر رسانه ها پخش شده و در آن گفته شده است که اشرف غنی دیگر مورد حمایت جهانیان نیست و هزاره ها نباید از این برنامه آقای غنی ساخت. دقیقا حاوی یک نگرانی از برگزاری جلسه رهبران هزاره در خانه محمد محقق است و تصمیم اخیر رهبران هزاره را از آنچه که امتیازگیری از ارگ گفته شده است شتاب زده و نابجا خوانده شده است. باید منتظر ماند که تحولات بعدی سیاسی در راستای گفتگوهای صلح چه مسیری را دنبال خواهد کرد. جمال ناصر مکرم. و در پایان، طالبان میگویند فقه جعفری در افغانستان هیچ مشکلی نخواهد داشت. گروه طالبان میگویند که هیچ نوع مخالفت با فقه جعفری در افغانستان وجود ندارد. به گزارش اسپوتنیک، عباس استانگزای معاون دفتر سیاسی طالبان امروز در نشست خبری در مسکو درباره فقه جعفری اظهار داشت. برادران شیعه ما که در افغانستان وجود دارد، ما به تمام اصول و مسائل آنها احترام داریم. معاون دفتر سیاسی طالبان میگوید که در طول تاریخ برای آنها جبر و ستم وجود نداشته و فعلا هم ندارد و در آینده هم ما تضمین میکنیم که در تمام موارد مذهبی خود مشکل نخواهند داشت و آزاد خواهند بود. تشکر از توجهتان برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما. لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و بهروز و سرفراز باشید. تشکر از توجهتان.